و همون اندازه که مادر به خودر ضعیف به بچه ها شده و مادر ظالم ها به بچه ها بچه ها از مادر ضعیف به خودر ضعیف ها خودر بلدور یا مادر بلدور چی بیاموزن؟ این وزیبی که یک میشنم و بعد بابا هم خودش رو باید بدن به هم خانواده همون پدر مادر بعد بخواه بدن یه لحظه بزر بچه رو هم نگاه کنیم بعد روی جنگیری مدیلی کنیم میکنم به بچه سامرایز میکنم برای آسیبه که بچه رو فرزند دوم شد فرزند دوم کودکی سامونه تموم شد وقتی که پدر رو پیش مسئولیت داد که تو باید در این در تو کنیم دقت کردیم چی شد پدر و مادر گفتم به شما دو نفر بازی ما باشیم، واسطه ما باشیم، داور ما باشیم، مادر و پدر ما باشیم. و دقیقا همونطور که تو خیلی زیبا بودی، کودکی ما کشتی باشیم. ما وقتی از مدرسه می آمدونه، چجوری بیان تو می کنم؟ تونه که پر از تنشه، تونه که پر از دعواز باشیم. وقتی اومدم نشستم، هر لحظه که صداتون میره بالا، تمام تر من در اون لحظه. ولی من جرعت میکنم حالا یه بچه میپره و ساعت التماس میکنه یه بچه کارهای دردکی میکنه یه بچه میره قایم میشه اما بوده به هر کدومش من یک کودک و کودکی رو داریم از من میگیریم این بولا بالغ و که بالغ نیستیم آدم شیم من که نخواستم شما من آوردیم به این دنیا شما من آوردیم احساس مسئولیت بکنید چطور به من میگی؟ تو میتونی تو مامان تو برگردون به من چه مربوطه که من مامانمو برگردونم به من چه مربوطه که بابامو برگردونم برید خودتون مشکلتون رو حل کنید بابا تو شما تو این کشوری خجالت بکشین چی از جون من کودک و من فرزند میخواین چه پسر باشم چه دختر باشم من خستم دیدین به دوستش چه میگفت خطر فرار هست از خونه خطر یک کار دیگه هست که متوجه بشین منظورم چیه چی میگم تموم کار من اگه من یه همچین حرکتی رو از خودم نشون بدم اگر من از این خانه جهنمی فرار کنم که منو مقصر میدونی بازم هنوز نمیفهمی که چه بلایی سر من آوردی اگه اون خطای اون وریدم اون ورتر که دیگه کاری نمیشه براش کرد و میخوای تا آخر عمر زجر رس بکشی بچم رفت تو باعث بودی برای اینکه زندگی منو جهنمی کردی بابا آخر دنیا نیست بریم تکلیفتون رو روشن کنی لااقل وقتی من میام تو این خونه میدونم این خونه دیگه دعوا نیست دلتون خوشه که پدر مادر باید حتما بالا سر کدوم پدر مادر نه تو مادر خوبی هستی نه تو پدر خوبی کجا دلتون رو خوش کردی کجا مادر خوبی هستی کجا پدر خوبی هستی این رفتار پدر خوبه این رفتار مادر خوبه گریه بترسم تا کی میخوای بترسی؟ تو تلویزیون گفتم ای مادر شیر باش حق نداره شوهرت پدر بچه ها دست رو بچهت بلند کنه حق نداره مادر بچه دست رو بچهت بلند کنه به چه حقی میشینی اجازه میدی همچین بلایی سر بچهت بیاد به چه حقی اجازه میدی دست رو تو بلند بشه ای مرد و ای زن هر دو چطور اجازه؟ هفته پیش دیدیم دختره آقا رو میزن دیدیم که چقدر هم قشنگ بازی میکرد مظلوم بعد رفت آقا رفت التماس کرد همین نقش هفته پیش برعکسش بود گرتون میاد خجالت بکشید دست برداریم از این گیم ها دست برداریم از این ضعف ها بزرگ شین طلاق بده کی گفته طلاق خوبه اما این زندگی جهنمی درسته شما فکر میکنین اگه این آقا برگرده درست شد آخه نمیشه بچه بازی که نیستش شوخی که نداره مسئله خیلی فراتر و جدیتر از این قضیه است که ما بخواییم ماسمالی کنیم آقا تو رو خدا، خانم تو رو خدا، التماست میکنم یه واسطه شو، خواهری کن، مادری کن این چه طرز صحبت کردنه؟ یا خانم به آقا، خانم میاد تو رو خدا بگو شوهرم برگرده تو رو خدا بگو، خانم چی میگی تو؟ کیا رو داری واسطه میکنی؟ اولا که کسانی که واسطه داری میکنی خودشون در و داغونتر از تو هم تو اومدی از اینا ادوایس بگیری؟ بعدشم این چه طرز رفتاره؟ اینا رفتارای سنتیه، مسخره‌ایه.
که متاسفانه ما همینطوری داریم ادامه میدیم، همینطوری داریم ادامه میدیم. چی آموختیم؟ چی یاد گرفتیم؟ هر روزی که ما داریم از چشممونو باز میکنیم، باید به دیده آموزش نگاه کنیم. به بی‌تربیت ترین و بی‌ادب ترین آدم داری نگاه میکنی، ازش ادب اون وقت میتونه بیاموزی. هی نگیم چی یاد گرفتیم، چی بعد یاد بگیریم. لحظه به لحظه آموزشه. الان نگاه کنین، هر دفعه که ما تئاتر داریم، هر دفعه که تو صحبت‌های قسمت اول یکی صحبت میکنه، خودمونو تو صداش میشنویم، خودمونو تو زندگیش میبینیم. ماله نکشیم بگیم نه من نیستم، هستی. الان زندگی دستاتون خیلی کم رفت بالا، باهاتون کنار اومدم، ولی دستا خیلی بالاتر از این بود. با کی؟ با کی بازی میکنی؟ با خودتون دروغ میگی؟ ایناف از ایناف، بس دیگه. تصمیم بگیر برای بهتر شدن زندگیت، برای عاقل شدن، دانا شدن و باشعور شدن، و یه زندگی بهتری رو برای خودت و بچت درست کن. وظیفته ای مادر، ای پدر، وظیفته. آخه بچه که همینطوری نیست که بیاریمش خودش بزرگ میشه. بعد تو باید بهاشو بدی، توی پدر مادر باید بهاشو بدی. همینطوری که بزرگ نمیشه، وقتی له شد به خدمت تو میرسه. دیدین با بچه ها چه کردن؟ How dare you can do this. خیلی هم این کار کردن با بچه هاشون، خیلی زیاد. پدر دیدی چی کار داشت میکرد؟ بچه یه معصوم رو داشت بدبینش میکرد، داشت تخم بدبینی رو میکاشت. خب چطور تو میتونی همچین ظلمی رو به بچهت بکنی؟ بچه‌ای که حالا این بچه میتونست پسر باشه، تموم کارش. به هر چیز زن تو دنیا بدبین میشه، بیماریت داری تزریق میکنی. دختر بود، فکر میکنین به خودش شک میکنه این دختر، فردا خودش با خودش مشکل پیدا میکنه که نکنه من سالم نیستم، نکنه من خیانت میکنم، وای من اینجوری خندیدم، من دیگه آدم نیستم که با این طرز حرف زدن شماها. یا مادر بعضی وقتا، بابات با کی رفت؟ با کی اومد؟ چجوری حرف زد؟ چجوری به مادر بزرگش چی گفت؟ این چه طرز صحبت کردن؟ دست از سر بچه ها ورداریم بذاریم کودکیشون رو بکنن. آخه این دوتا بچه معصوم، که این دوتا بچه معصوم تو زندگی هممون بودن ها. یا ما تو زندگیشون بودیم، یعنی ما تو زندگی پدر مادران بودیم. چی شد؟ چقدر بلا به سر ما اومد؟ چقدر ترسیدیم؟ اما هر لحظه باید یه نیو بیگینینگ باشه برای من، ولی نه با ماسمالی، نه اینکه ایشالله درست میشه. خیلی خیلی سریسلی و جدی، تک تکمون، یا خودمون رو توی این نمایشنامه دیدیم یا بچه هامون رو توی این نمایشنامه دیدیم. دستاتون کم رفت بالا، اما یک بار دیگه ازتون میپرسم، دستتون رو کدومتون یا خودتون رو توی این بچه ها دیدین و یا بچه هاتون رو توی این بچه ها دیدین؟ شاید خانم بباشه همه خجالت میکشیم از این کار. یه ولی دستاتون رو ببرین بالا، اینجا که دادگاه نیست. Absolutely. نترسیم، اینجا که دادگاه نیست. بگم آره من اشتباه کردم و میخوام از امروز دیگه اشتباه نکنم. صادقانه بگم، میگفت میترسم بازی نکنی. گفتم اصلا زندگی تو فقط نیست که، زندگی اکثر اینا که چه نشستنه، این چه ترس مسخره ایه. من به همین دلیل وسطش نتونستم بازی کنم، چون رنگ موام جینجر بود دیگه. اونجوری نشست، من خودم خودت دیدی. Absolutely. از چی بترسیم؟ بابا اومدیم یاد بگیریم، اینجا یاد نگیریم کجا یاد بگیریم؟ من باید بشم یه زن قوی، من باید بشم یه مرد قوی، کجا میخوام یاد بگیرم؟ چرا بترسم؟ چرا از بیرون آمدنهای ضعفهای خودم بترسم؟ چرا از عکس العمل طرف بترسم؟ اگه تا زمانی که مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. چرا این شوهر 10 سال، 20 سال، 25 سال به فرد چرا این کار رو کرد؟ بخواد Because of you. تو اگه آدم بودی که این اینجوری نمیشد، تو اگه قوی بودی که این نمیتونست انقدر اجحاف بکنه. چقدر توی این زندگی ها دست به چاقو رفت؟ چقدر در ایرانی وقت و خاورمیانه این اتفاق هر روز داره میفته؟ فقط به خاطر اینکه دیدین زن افغان چه کرد؟
افغانی‌ها رو قبول نداریم، هیچ کس رو قبول نداریم، ایرانی هستیم، از همه هم بالاتر و مهمتر و فهمیده تری. 12 تا زن اسید پاشیده شد رو صورتشون. چی شد؟ یه زن افغان اجازه ندادن تابوتش رو یه مرد برداره. زن افغانی که 35 ساله اسکول نداشت، طالبان مدارس رو بست، تلویزیون رو اعدام میکرد، سواد ندارن، اجازه بهشون ندادن رشد کنن، اما ایستادن برای یک زن. اما ما که ایرانی هستیم چیکار کردیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ دوتا رو تجاوز کردن تو فرودگاه، چیکار کردیم؟ همیشه داره بلا سرمون میاد، فقط پوز داریم، فقط ادا داریم، فقط ادعا داریم، هیچ کس هم قبول نداریم. میترسی؟ شرم بر من، مخصوصا اومدم تو این کشور باید بترسم، من مرد و من زن بترسم؟ لااقل اینجا که اگه قانون اونور نیست، اینور که قانون هست، چرا باید بترسم؟ چرا باید من کاری بکنم که این ظالم تر بشه؟ چون من هرچی مظلوم تر بشم اینو دارم ظالم تر میکنم. ولی من اگر مظلوم نباشم این تکلیف روشن میشه هرچه زودتر. و اینجاست که حواسم رو باید جمع بکنم، به ضعفم نگاه کنم، جدی بگیرم، حق و حقوق خود و فرزندانم رو اولویت بدونم، نه اینکه من چی میخوام. منی دیگه نباید باشه. الان من مسئولم، مسئول پدر و مادر دوتا بچه‌ام. بهترین برای بچه من چیز این سوال بعد بیاد وقتی یه زندگی زناشویی اسیدیه من بچه دارم، بعد بگم به نظر شما بهترین کار برای بچه های من، من تا حالا گم زدیم هر دو، بهترین کار برای بچه های من چیه؟ من چه باید بکنم که گندهایی که زدم، آسیبایی که زدم کمرنگ بشه؟ این سوال من بعد بکنم. این میشه یک انسان مسئول، یک انسان دلسوز، یک انسان مهربان که به فکر بچه هاشه. میگم جواب، تو درست شو، تو قوی شو، تو انسان شو، تو باشعور شو، اون وقت میشی مادر و پدر بهتر برای بچه‌ت. اصلا هم سخت نیست بابا، راکت ساینس که نیستش. این همه شما الان نمونه بارزش اینجا نشسته، مگه تغییر نکرد؟ اما جدی گرفت تغییر کرد. هممون میتونیم تغییر کنیم، اما به شرطی که واقعا حقیقتا بپذیریم و بخوایم. جناب